چینی همه من ای فدایت سلطن من برده آزر هم سر گوهر خود بات تو بطن من سرفراز با چینی همه من ای فدایت سلطن من برده آزر هم سر گوهر خود بات تو بطن من بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مخصوص بر دوستان، آشنایان، رفقایی که یک ساعت از وقت خودشون رو مایه میگذارن و تشریف میارن تو برنامه ما به عنوان ضیافت گفتگو، و ما امیدواریم در آغوش گرم خانواده خودتون با یک استکان چای و یا یک فنجان قهوه شرکت کنید و ما رو از اطلاعات خودتون، پیشنهادها و بقیه صحبتها ما رو بهره‌مند بفرمایید. ما یه شماره تلفن داریم اینجا، من دارم سعی میکنم ببخشید اونجا نبود. شماره تلفنی داریم که به وسیله کامپیوتر با ما در تماس میشه و این شماره تلفن هست 202-753-9933. این از اول بازه، چون این برنامه ضیافت گفتگو هست، ما همه رو دعوت میکنیم از اون دقیقه اول تشریف بیارن. اگر صحبتی داریم میکنیم اجازه میخواییم که صحبتمون تموم بشه بعد شما بفرمایید. و امروز 11 بهمن فکر میکنم باشه که سالگرد، نزدیکی سالگرد انقلاب جمهوری اسلامی ایران هست و اون دهه فجر که 10 بودش که از اون روزی که امام خمینی تشریف آوردن تا اون روزی که انقلاب شد، 10 مثل این که طول کشید و دهه فجر اسم گذاشتن و در تمام سطح دنیا جشن و مراسمی خواهد بود که امسال فکر میکنم یک ذره روغنش بیشتر باشه. این هستش که این اختلافاتی که بین ایران و کشورهای اروپا و بقیه بود تا یک جایی ماسمالی شده فعلا و اینها دیگه امکانا ادعاهایی ندارن از اونجایی که بگن شما میخواید بمب اتم بسازید، ولی خب ادعاهای اینا که تموم شدنی نیست، هنوز یه ادعا تموم نشده ادعای دیگه میکنن و ما مطمئن هستیم تا اون موقعی که ایران به اون قدرت بالای خودش نرسه این ادعاها، این چیزها از طرف خارجی ها هی بطرح خواهد شد. ولی در مقابل تمام اینها فقط و فقط یک پارچگی ایران و هم دلی و هم دستی همه مردم ایران خواهد بود که در مقابل این توطئه های خارجی ها میتونه جواب بده. و همونطور که عرض کردیم جشن های انقلاب خواهد شد. خوب یادم میاد زمان خاتمی و چند سال اول آقای احمدی نژاد تمام این مراسم سالگرد انقلاب خیلی خیلی بزرگ و وسیع انجام میشد در هتل‌های بزرگ. تو همین منطقه ما یه جاهایی بود 2,000-3,000 توش جا میگرفت، دعوت میکردن، از همه جا میومدن. یکیش اینجا بود حتما در
شهر نیویورک سازمان ملل هم اونجا حتما نمایندگی جمهوری اسلامی ایران اونجا هم حتما جشنی داشتن، ولی به تدریج اینها رو هی سعی کردن که تو گوشه هول بدن و پشتشون رو به دیوار برسونن ایران. خب بالاخره ایران هم یک سابقه مقاومت تاریخی داره، بالاخره وایستادن تا بالاخره اومدن بیرون. باز دوباره منتها اومدن بیرونشون این دفعه چقدر خرج داشت و چقدر ضرر داشت و چقدر قولهایی دادن که از زیرش ممکنه نتونن در بیرن، چی دادن و چی ستوندن. به قول خود رئیس جمهور ایران گفته که بله دو تا خوردیم و سه تا زدیم، برد برد بوده. اگر یک رئیس جمهوری همچه حرف میزنه دیگه ببینید واقعا داخل چه خبر. از همه اینا گذشته هفته پیش مثل این که رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران سفری به فرانسه کردن، البته خب فرانسه هم در زمان بحبوح انقلاب یه محلی بودش که یک محل امنی به عنوان جایی که امام بتونن باشن داده بودن، یه شتون هم فلان جات از که پاریس بوده و ایشون یه چند مدتی اونجا بودن. تمام مردم ایران یک مقدار زیاد در ته دلشون خرسند بودن، خیلی ممنون بودن که فرانسه همچین خدمتی کرده، و این ممنون بودنش رو چند ماه بیشتر طول نکشید که عراق به ایران حمله کرد و با تمام اسلحه ها و ابزار جنگی که فرانسه در اختیار عراق گذاشت و آخرش هم بمب‌های شیمیایی که آلمان در اختیار عراق گذاشت، معلوم شد که اینها در اون به اصطلاح بن قضیه اصلا هیچ چیزی برای ایران ندارن، هیچ سبزی برای ایران خورد نمی کنن. و این ادامه پیدا کرد و بالاخره وقتی هم که آقای روحانی انتخاب شدن، یک سیاستمدار خیلی با سابقه فرانسوی، اسمش یادم رفت، مردی در حدود مثلا 80 سال بود، 80 ساله بود، همون موقع که آقای روحانی انتخاب شدن سریع رفت ایران، یه ملاقات هایی کرد با افرادی که اونجا بودن و بعد برگشت و ما هم فکر کردیم خب دیگه حالا یه حالت هایی خواهد بود. و بعد در ضمن هفته پیش آقای روحانی مثل که سفری کردن به فرانسه و اونجا چیز شده، اینها صحبت هایی کردن و گفتگوهایی کردن و یک کارخونه ماشین سازی برام به پژو و رنو هست، یا رنو مالی یه جایی که هست با پژو و سیتروئن، اینها با هم دیگه یک قراری باز دوباره درست کردن و بحثن که 400 میلیون یورو یا 436 میلیون دلار سرمایه گذاری بشه و حالا شرایط و ریزکاریاشو ما نمیدونیم چی هست. و اون برنامه استقبال از اجنبی و استقبال از اونهایی که از ما نیستند و چشاشون آبی یا موهاشون زرد هست، این داره اجرا میشه و یک آگهی نامرئی که به چشم معمولی دیده نمیشه، وقتی شما سفر بکنید از فضای ایران بخواید رد بشین نگاه بکنید، نمیشه، همه چیز برای فروش است. یعنی به چشم دیده نمیشه، ولی این چیزو پخش کردن که همه جا همه چیز برای فروش است. و خب اون یکم که خب همیشه سعی کردن از جیب مردم ایران بردارن و یه دم دلال یا یه دم افرادی که به هیچ وجه به دین و آیین و مملکت خودشون چیز وفادار نیستن، این وسط دارن دلالی میکنن و یه پولی از این میگیرن، یه چیزی رو که بله دیگه بفرمایید و خونه خودتونه. آخه خونه خودتونه هم یکی از عادتهای خیلی بده باست که هر کسی که از دمه دارن بفرمایید خونه خودتونه. حالا اونم خب فکر نمی کنه که ممکنه این تعارف باشه، یک
علاقه ای که شما بهش میگی مثلا شما مثل ما هستید، نمیگی که اون یارو اصلا تو جیبش چند تا چاقو و تفنگ و این حرفا داره بیا تو خدمت شما خواهد رسید. این هستش که ما امیدواریم مردم ایران همیشه همیشه در تمام هجوم های خارجی وایستادن تا اینا دستشون رو کنن، اون وقت همه رو دستاشون رو بستن و فرستادن به جهنم همه رو. انشالله خیر باشه. و در ضمن خب تعریف های زیادی میشه از افرادی که سیاستمدارهای ایرانی هستند و اینها خیلی خوب رفتار کردن، فلان کردن، بهمان کردن. خب ما میگیم چی گرفتین، چی دادین، و ما میخواییم اون رو بدونیم که در حقیقت به کجا رسیده، و هرچی هم که بگذره شما بدونید هیچ مملکتی دلش به مردم ایران نسخته، مخصوصا اونایی که سنگ آزادی و مساوات و این حرفا میزنن به دلشون، به سرشون، به صورتشون، به هیچ وجه دلشون برای شما نسخته. ایران همش دنبال این هست که چطوری آقایی خودشون رو حفظ کنن و شما رو جز نوکرای خودشون حساب بکنن. هر دفعه هم که میگن نه بابا این حرفا نیستش و فلان، ولی با حالشون یه ذره که صحبت میکنی میبینی که خیلی با تحقیر به شما داره نگاه میکنه و حرفایی میزنه که شما رو هرچی بیشتر کم و ذلیل بکنه، نه که به شما اعتمادی بده، نه به شما یه چیزی بگه که خب بله خب ممکنه شما در سطح ما نباشید، در قدرت ما نباشید، ولی خب ما به شما احترام میگذاریم به عنوان یک عضو بشر. ولی خب این حرفا داره انجام میشه و گفتگوها میشه و بعد معمولا در این ضرب المثل های ما بودش که اگر یکی از شما تعریف کرد بدونید اون شخص کیه، و اگر اون شخصی که داره ازتون تعریف میکنه شناخته شده هست، وای به حاله که اون داره ازت تعریف میکنه. و این هستش که یه دی دارن بله خیلی چیز میکنن که برای این آقایون خیلی اینطور کردن اونطور کردن و فلان، این حرفا رو در رو برای ما وا کردن. حالا بقیهش چی خواهد بود ما نمیدونیم. ما امیدواریم که برای همه خوب باشه و برای همه مثمر ثمر باشه. یادتون باشه هر بشری در این خلقت، در این حال حاضر چند چیزو بیشتر نمیخواد. یه چیز غذایی بخور دمیر میخواد، یه لباسی میخواد ترش بکنه، یه جایی سرپوشی داشته باشه، یه چیزی هم داشته باشه، اگر اتومبیل داره، موتورسیکلت داره، نم هر چی داره که بره از یه نقطه به یه نقطه، یه انرژی سوخت هم داشته باشه، این چهار چیزو میخواد. اگر یکی اومده گفت هر چی داری بده من، خب اونجا وقت معامله نمیشه دیگه، هر کس هم به اندازه خودش. در دنیا ما اینقدر جمعیت داریم، 7.5 میلیارد جمعیت داریم، هر دفعه هم داره اضافه میشه به جمعیت دنیا که ببینیم خیلی بیشتر و بیشتر داره میشه. و یک مقاله هم یکی نوشته که این آیا سوغات فرنگی یا هدیه به فرانسه است، هدیه به رونق اقتصاد فرانسه است. اینو ما براتون میخونیم مقدارشو که ببینین در ایران چه گفته داره میشه. و اینها صحبت هایی که خب کجا رفت گمش کرد، بیا جستجو بله خب این ها شده. سوغات فرنگ رونق اقتصادی ایران یا فرانسه، بازگشت شرکت هایی چون پژو به عنوان دستاورد سفر رئیس جمهور از فرانسه که در زمان تحریم ها فعالیت خود را نیمه کار رها کردند، نشان دهنده کشور فرانسه توانسته با در اختیار گرفتن بازار ایران گامی در راه خروج از بحران اقتصادی خود بردارد. خب در تمام این مدت که اروپایی ها یا بقیه کشورهای دنیا تحریم بر ایران میذاشتن، افرادی که در ایران میگفتن ببینید ضرر شما خیلی بیشتر از ضرر ما هست، این هستش، این کاری نیست، به چیز خودتون داره برمیخوره. و اینم این شرح داره میده که بله که این تحریم هایی که فرانسه میکرده
بیشتر به ضرر خودش بوده تا به کسی دیگه، و حالا که تونستن بیان باز دوباره وارد بازار ایران بشن، یک قراردادی امضا کردن که پژو و سیتروئن با قرارداد ایشون به ارزش 400 میلیون یورو یا 436 میلیون دلار با شرکت ایران در وارد بازار ایران خواهند شد. خب ما نمیدونیم راجع به این موضوع ها، نمیدونیم در ایران مگه چقدر پژو یکی میخواد بخره، چقدر سیتروئن یکی میخواد بخره، آیا اینها رو میسازن یه جای دیگه میفروشن، یا بازار مونتاژ اون منطقه هست که از ایران مثلا هزارها دستگاه میره به پاکستان، به افغانستان، به عراق، به عربستان، این بر اون بر، یا فقط برای مصرف داخله. اینو ما هنوز حالیمون نشد، چون 85 میلیون جمعیت ما داریم و ماشاءالله هزار ماشاءالله هر کسی یه ماشین داره، به غیر از مثلا دهکده های دوردست ممکنه مثلا یک ماشین چند خانواده با هم یه ماشین داشته باشن، یا اصلا احتیاجی به اتومبیل ندارن و جاده هم نیست که بتونن برن و بیان. اینا رو ما نمیدونیم، ما هنوز نتونستیم انگوش رو بذاریم که ببینیم این شرکتی که 400 میلیون یورو میخواد سرمایه گذاری بکنه چقدر میخواد ورداره. اینو هیچ کس به ما کسی نگفته. شما هم که صدای ما رو میشنزیم ماشاءالله هزار ماشاءالله هر جای دنیا هستین، میتونین یه سرمایه گذار سرمایه میذاره که منفعت کنه، و منفعتش هم یه شی سنار نیست، میخواد هرچی داری رو از سرت بکنه و ورداره بره، با یه دلار میذاره 100 دلار میخواد ورداره بره. اینم که میگه 400 میلیون یورو یا چقدر دلار، همینطوری نیومده از چیز خوش دلش خوش برای شما این پولو به شما بده. و اینجا هاست که مردم ما، ملت ما در تاریکی هستن، نمیدونن که واقعا این 400 میلیون دلاری که این میخواد بیاره آیا این سهم ما از اون شرکتی هستش که ما 10% درش سهیم هستیم در فرانسه، و در این چند سال گذشته تحریم ها از کی شروع شده یا فلان شده، این یه شیء به ما ندادن. این پولای خود ماست که میخوان بیارن بگن سرمایه میخوان بذاریم، یا چیه؟ کجا رفت پولای ما؟ هفته پیش هم شهر دادیم که پولایی که داشتیم از 40 میلیارد دلار شده 400 میلیون دلار، یعنی یک دهم شده. چطور امکان داره خیلی؟ یک هزارم ببخشید، یا نه یک دهم. 10 تا میلیون میشه، نه 100 تا میلیون، 1000 تا میلیون میشه 1 میلیارد. 1000 روم شده، سبحان الله. چون 10% 40 میلیارد دلار میشه 4 میلیارد دلار. 400 یعنی 1/100 یا 1000 روم، یه هم چیزایی. ارقام هم دیگه یادمون میره، نمیدونیم واقعا چقدر، انقدر چیز هست، انقدر گیج میکنن مردمو که مردم برسن به یه جایی که تسلیم بشن. وقتی هم که تسلیم شدی بدونی که باختی. بله، اینم از اینه. و میگه پروژه و سیتروئن با ایران برای تولید سال 200,000 خودرو میشود. 200,000 خودرو؟ 200,000 زیاد نیست برای یک کشور؟ ممکن اینا رو صادر هم دارن میکنن بالاخره. مدل پژو 200 هست و فلان فلان. در سال 2012 اینها از کشور خارج شدن و باز دوباره بعد از این مدت فلان و تشدید تحریم ها در ایران فروش شد. 458,000 خودرو در ایران فروخته بودن. حدود 10 میلیون یورو در ماه از فلان درآمد فلان کاست. پس از اما تاثیرگذار میلیون یورو زر. پس اینجا دارن می نویسن که بله، رفتن این شرکت پژو از ایران برای خودشون 10 میلیون یورو ضرر داشته، و بعد از اونم ضررهای دیگه سالهای بعدش بهشون داده. اینا برای خاطر اینکه جبران کنن ضررهای خودشون رو دارن میان، نه که عاشق چشم ابروی ما باشن، نه، اینا برای جیب خودشون دارن میان. منتها اونایی که سر کار هستن، اونایی که دارن
این قراردادها رو می نویسن، چیزهایی که دارن انجام میدن، این واقعا یک کار خیلی مشکلی هست، کار هر کسی نیست و با هر خارجی که شما قرارداد امضا میکنید وسط کار یه تفسره هست. اگر دعوایی شد در دادگاه های خارج از ایران رسیدگی خواهد شد. پس بنابراین شما باید تمام قوانین فرانسه رو بدونید، تمام قوانین ایتالیا رو بدونید، تمام قوانین انگلیس رو بدونید، تمام قرارداد فلانجا رو بدونید، آلمان رو بدونید، همه اینا رو باید بدونید. چون اگر اشکالی اومد باید بری اونجا، درست قرار با شما امضا کردن ولی شما خودت هیچ کاره هستی، اجیر اونا شدی. و ما امیدواریم اینطوری نباشه، ما امیدواریم مردم ما به یه حالی رسیده باشن که اینجا مملکت ماست، شما میخوای از اونجا پول در بیاری، مانعی نداره، تشریف بیاری، قانون ما اینه، طبق این قوانین ما امضا میکنیم، هر اشتباهی هم باشه اینجا میریم دادگاه نه اونجا. چون اونجایی که میگن چی میگن، اونجایی که این جرم اتفاق افتاده اونجا دادگاه میریم، یعنی اون جنایت هر جا اتفاقی اونجا میری دادگاه، نه میری اون بر دنیا. بله ما زیاد خوشبین نیستیم به این چیزها و یه عده‌ای هم خب در ایران ادعا میکنن که انقلاب شده، نه اینا جزء افراد انقلابی بودن و نه یه ده حالا اومدن و سر سفره نشستن که هیچ اطلاعی از انقلاب ندارن، حالا سهم یکی هم مثل که کم شده و دارن شکایت میکنن که آره لقمه ما رو از دهنمون در بردن، یه ده دیگه دارن میخورن. و ما هم همیشه سوال کردیم از این افراد که چقدر از مردم شما، چقدر از فامیلای شما، چقدر از بستگان شما در انقلاب کشته شدن، روی مینها رفتن، در جنگ ها شرکت کردن، جان خود رو دادن، بیایید بگید. ولی من خیلی خیلی خوشحال هستم این سیستمی در ایران هستش که از اون افرادی که در انقلاب شهید شدن، بنیاد شهید از اسمش، خیلی خیلی پشتیبانی میشه و خیلی خیلی هم بهش رسیدگی میشه. ما از اون خیلی خوشحال هستیم که یک همچین مؤسسی هستش که این کار رو داره میکنه. بله آقایی بوده به نام زاره بسید که ایشون سه محور اصلی قرارداد اشاره کرد، گفت گروه صنعتی ایران خودرو و پژو به زودی شرکتی مشترک با سهامداری مساوی را ایجاد خواهند کرد. خب که به تولید جدیدترین محصولات پژو بر اساس پلتفرم مورد استفاده ایران خودرو خواهد انجامید. یک زاره افزود، یک زارم نمیمونه، علاوه بر این امکان استفاده از بازارهای صادراتی این محصولات در منطقه خارج شمال آفریقا نیز محور دیگر قرار. خب این خوبه که در ایران بیان چند چین هزار خودرو بسازن که کارگرهای ما، مردم ما استفاده بکنن از تولید این فرآورده ها و اینها رو به اون منطقه صادر بکنن. حالا در صدور یه همچی چیز که سیاست های اقتصادی لازم هست، در دو بندهای چیز هست با کشورهایی که میخواید صادر کنید، بقیه هم که خب وای نستادن اونجا و این انحصار رو باید ایجاد کنید که خود کشور فرانسه نره جای دیگه از یه جای دیگه پروژه بسازه بفرسته اونجا که سهم جوری دیگه هم از توبره بخوره هم از آخر نباشه. انشالله رحمان ببینیم چطور. بعد اینجا گفتن که بعد تو بتونن که تعداد خودروهایی رو که خواهن ساخت تا به 2 میلیون دستگاه افزایش بدن. خب 2 میلیون افزایش که پیدا کرد این ساخته شد، کشش خریدش در خود ایران که فکر نمی کنم بتونن همین هر سال 2 میلیون واحد ماشین بسازن، 2 میلیون هم بفروشن. من حتی ارقام اینجا رو هم نمیدونم، مثلا تویوتا و هاندا و خود جنرال موتور یا فورد اینا چند دستگاه در سال میسازن که تو این بازار بزرگ ماشین امریکا میتونن بفروشن اینها رو. بعد اینا هم خب بالاخره دیگه بر اساس آمار فعلی تعداد خودروهای
پژوی موجود در جاده های ایران بیش از 4 میلیون دستگاه هست. ماشاءالله 4 میلیون دستگاه در ایران در حال حاضر دارن کار میکنن. حالا از سالهای گذشته بوده، مدل جدید هست، مدل گذشته هست، اینا مدل های مختلف برای خودشون نامگذاری میکنن. یک کارشناس صنعتی خودرو ادامه داد، تولید محصولاتی مانند پژو 405، پژو پارس، سمند و ربا تا سال 91 در ایران به خودکفایی رسیده بود، اما در مورد محصول مانند پژو 206 این خودکفایی به دلیل سنگ اندازی های شرکت پژو با بیش از 60% محقق نشد. خب خودکفایی به این معنی هستش که شما با یکی شریک میشی، یه پولی اون میدی که کار رو به شما یاد بده، بعد شما خودت قطعات رو میگیری، خودت درست میکنی، خودت کارخونت رو میذاری، زوب میکنی، میری زیرختگری تو میکنی، تراشکاری تو میکنی، همه اندازه های چیزا رو میکنی که این ماشین قشنگ کار بکنه. ایشون داره میگه اینجا که خودکفایی ایجاد شده بوده تا سال 2000، سال 91 که 3 سال پیش میشه، یا 94 شد بسید و به خودکفایی رسیده بوده، اما در مورد مسافران نبوده. به گفته وی میزان مدیران پژو تا زمانی که خط تولید 405 در فرانسه جمع نشده بود با تولیدات آن در ایران موافقت نکرد. خب حالا رسیدیم به لب مطلب. آخه من میخوام به شما بگم، بارهام شما خودتون شنیدید، اینها جز بدبختی ما تو دلشون نیست. آرزو دارن که ما همه چنان بدبخت بشیم، چنان بازده بشیم، چنان فلان بشیم، اون موقع اینا خوشحالن. هر سال تمام شرکت های ماشین سازی یه مدل جدید میدن بیرون. خب مدل مثلا سال 2016 اومده بیرون، برای سال بعد حالا دارن مدل های 2017 رو دارن طراحی میکنن، دارن میسازن. این ماشین ها یه چیزاشون تغییر نمیکنه، ولی صورت ظاهرش، مثلا اون بدنش ممکنه یه چراغش این ور باشه، چراغ عقبش اونطوری باشه، اینش این ور باشه، اون فرق. بعد از یه مدت این دستگاه هایی که برای ساخت یک همچین اتومبیلی ریختگری شده و طراحی شده و داره کار میکنه، اینو باید بریزن دور، دستگاه های جدیدی بیارن بذارن که همه اینها با دستگاه های اتوماتیک خودکار انجام میشه، همه رنگ میزنه، همه پیچ و مهره رو میذاره، همه برداره انجام میاره میذاره اینجا دیگه، کارگری همچنان در کار نیست و تمام بودجه و سرمایه گذاری رو این دستگاه های اوتوماتیک که اسم به خصوصی هم به فارسیشو نمیدونم، ولی به زبان انگلیسی به اینها میگن روبات. حالا چرا روبات نمیدونم، روبات یعنی چیز خودکار که اون کاری که یه انسان داره با دستش انجام میده اونم میتونه انجام بده با اون دستگاه هایی که میچرخه اینطوری رنگ میزنه و فرام داره. روباتیک، سرمایه گذاری برای روباتیک خیلی زیاده. مثلا شما یک کارخونه ماشین سازی که 100% روباتیک باشه ممکنه $1,000 سرمایه گذاری بکنید، اگر کارگر باشه ممکنه مثلا $100 چیز بکنید، سرمایه گذاری کنید، ولی اگر کارگری رو سر کار نیاد دیگه کارتون لنگه. ولی این روباتیک ها نه مرخصی میخوان، نه میخوان یه دقیقه وایسن یه چایی بخورن، یه سیگار بکشن، یا اینکه برن دستشویی رو برگردن، یه شب بگیرن بخوابن، اصلش دیگه باید بگیره بخوابه. اینو 24 ساعت کار میکنن، این پیچ و مهرش هم هرز کشون یکی دیگه سریع داشت میذارن شروع کنه باز کار کردن. پس باز دوباره داریم میرسیم به نیت شوم این افراد. فرانسوی ها خیلی 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 انسان های پستی هستن،
اینها همونایی هستند که یک لژیونی داشتند به نام لژیون فرانسه، فارن لیژن، لژیون خارجی بود اسمش. 50 سال پیش، 80 سال پیش زندانهای اینا که پر می شده از افراد، اینا رو خلاص می کردن، توی کشتی سوار می کردن، می بردن تو صحرا در تونس، در الجزیره یا مراکش، به اینا تفنگ می دادن و فلان می دادن، می گفتن برید اینجا، هر یکی از اینا نفس کشید کلکشو بزنید، باید انقدر بکشی، اگه نکشی کشته خواهی شد. و داستان دارن اینا که لژیون خارجی فرانسه چه فجایعی، چه کارهایی در شمال آفریقا انجام دادن. اینها همونا هستن، اینها نواده های اونها هستن، اینا افرادی هستن که فکر میکنن از دماغ فیل افتادن و بقیه جز مگس و پشه و این حرفان. اینجا هم داز داره نشون میده که این شرکت پژو چون دیگه این کارخونه مورد مصرف نداره، این آشغالشو که باید بریزن به عنوان آهن پاره بفروشن، اینو آورده جلو، میگه 400 میلیون یورو سرمایه گذاری منه. حالا ایران چیکار باید بکنه؟ ایران باید پول بذاره اون. ایران کجا هم پاره داره بیاره؟ میگه خب تو اینو هم پاره رو گذاشتی، اینم من میذارم. بدونید قوی بشید، بدونید از لحاظ اطلاعات قوی بشید، بدونید شما رو شناختن که انسانهای شریفی هستید، وقتی شما رو میبینن اینطوری میکنن، میگن چرا اونطوری کردی؟ گفت من دیدم اینطوری کردم، منم اینطوری میکنم، فکر میکنن این چی هست. دیگه نمیدونه که این داری میگی تو رو قلب من جا داری، رو سر من جا داری. اینا رو نمیدونه، این همین میره اینطوری کرده، اینم اینطوری میکنه. بعد تا رو تونی کردی از سر پشت میزنه مغزتو میزه تو دهنه. حالا حقیقت هم رو اینجا معلوم شد که بله این یک کارخونه بوده. چه شده پژو فرانسه در مدیران پژو تا زمانی که خط تولید پروژه 405 در فرانسه جمع نشده بود با تولید آن در ایران موافقت نکردند. حالا که اونجا جمع کردن دیگه نمیخوان بسازن، گفتن خیلی خوب بیایید، ما شهر دادیم همین چطوری داره میشه. آهم پارن اینا، آهم پاره هایی هستش که ریختن. اینها یک چیزهایی هستش که طراحی میشه توش، مثلا یه چیزی ذوب‌آهن میریزن اینا رو، وقتی وام میکنن پاکش میکنن، تراشکاری میکنن، این میشه مثلا موتور پژو 405 مثلا. این کارخونه ای که طرح شده اینو بسازه، حالا داره میره بیرون و خود شما میدونید که مصرف هیدروکاربن برای سوخت اتومبیل ها یواش 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 داره دیگه از گردونه خارج میشه. بله بعد ایران داره 2 میلیون پژو میسازه، هیچ کس هم نمیخواد بخره، چون دیگه اصلا ایران دموده شده، دموده میگفتی میره از چیز افتاده دیگه، قابل مصرف نیست. بعد این شخص هم خیلی قشنگ اینجا اینو میگه، بله بعد علی رغم سال وزیر صدر در وصف قرارداد جدید موقعه شده، ظاهرا مسئولان مذکور فراموش کردند که شرکت پژو در طول 23 سال حضورش در ایران نه تنها راه را برای خودکفایی در تولید قطعات محصولات در ایران بست، بلکه با خروج یک شبکه کارشناسی از ایران زیان حداقل 800 میلیون یورو به عبارتی 3 تریلیون تومانی به نصیب کشورمان کرد. یعنی ضررهای بزرگی هم اینا زدن. ببینید اگر کسی بدونه، یه مثالی بود گفتن اگر یک کسی یک کار بدی به شما کرد، واقعا این کار خیلی زشته،
ولی اگر این شخص همون کار رو کرد باز دوباره و شما میدونستی که زشته، تقصیر اون نیست، تقصیر تو نادانه که اجازه دادی همین کار زشت رو یه وقتی کرده باز دوباره بار انجام بده. این تقصیر توه. ملت ما در این 30 خورده‌ای سال انقلاب وایستادن. چطور میشه که یک در مملکت رو چنار وا میکنی که از فضا که در این رد میشی مینویسی برای فروش، برای فروش، برای فروش، و سه چیز هم بیشتر نیست. اولا ایرانی نباید باشی، دوم هرچی گفتی ما قبول میکنیم، سوم هم هرچی ندادی مانعی نداره بلنش بیا. این چه چیزی هسته؟ چه دو قرار دادی هست؟ ما فکر کردیم اون ویلیام ناکس دارسی که از انگلیس اومده بود یه قرارداد ننگین با ما بسته بود، که بعدها ما فهمیدیم، مصدق فهمیده بود که این قرارداد درست بوده، ولی این شخص برده بوده قراردادی که اجازه فروش نداشته، فروخته بوده به دولت انگلیس. مصدق هم رفت اونجا در دادگاه شرکت کرد، گفت طبق این قراردادی که بین کشور ایران و آقای ویلیام ناکس دورسی انجام شده، اینجا هیچ تفسیری برای انتقال یا فروش حق این قرارداد به کسی نیست. دادگاه هم گفت شما درست میگید. انگلیس‌ها دومشون رو گذاشتن لای پشتشون رو گذاشتن رفتن، و دسیسه بعدیش این بودش که بیان کودتا کنن در ایران و اون شاه قبلی رو برگردونن و یک چیزی به نام کنسرسیوم درست کنن. و این کنسرسیوم هم که خب بالاخره بقیهش میدونید دیگه، گفتن نداره میعوادن. بعدی وقتی اینا اینقدر میگه خودش حالا خودمون گرفته میشه اصلا. ای مردم از حق خود دفاع بکنید، حق شماست، مملکت شماست، اجازه ندید کسی بیاد پارو پاتون بذاره، یکی تو سرتون بزنه. گذشت اون زمان که آقای تدی روزولت تفنگداران دریایی امریکا رو فرستاد به مراکش، رفتن اونجا، کشتی پهلو گرفت، تفنگدارا پیاده شدن، رژه رفتن به کاخ پادشاه مراکش، جلوش صف بایستادن و اون فرمانده این تفنگداران بهشون گفت پیشفنگ، اینطوری آتیش زدن، همه اونا رو کشتن، رفتن تو پادشاه مراکش هم کشتن، بعد هم اومدن سوار کشتی خودشون رو اومدن آمریکا. تا سالهای سال هیچ کس نشنید این چیزا رو، بعدها فهمیده او حالا یکی یک عکس میکنه یه جا توی فیسبوک هست، نم تو توییتر هست، توی ایرم تلگرام هست، توی سکایپ هست، این هست، هست. همه جا از حد خود دفاع کنید، اجازه ندید کسی سرتون کلا بذاره. اگه دفعه اول نفهمیدید کلا سرتون گذاشت، بعد دفعه دوم فهمیده نذار کلا سرت بذاره، که اون خیلی بدتر از اولشه. بله، در چند روز گذشته بحران اقتصادی و سیاسی مشترک معاشی مردم فرانسه با اعتصاب سراسری کشانده شد. به نوشته روزنامه فرانسوی فیگارو، این اعتصاب منجر به بروز اختلافات ترافیکی در بخش فلان فلان شد. وضعیت نابسامان اقتصادی فرانسه با قطع ارتباط اقتصادی با ایران نیز تشدید شد، چنانچه تنها پس از قطع روابط پژو با ایران، خودرو به علت فشارهای شریک آمریکایی آن، این خودروساز فرانسوی در فروش محصولات خود با 4 میلیارد یورو خسارت روبرو شد. میلیارد، میلیون هم نه. بله بله، این دلش برای ما نسوخته، دلش برای خودش سوخته، اومده گفته خب از ایران حالوتر کجا میشه پیدا کردی، یه دفعه ما اینقدر سر اینا کلا گذاشتیم و حالا میذاریم اینا اینقدر نفهمن که یه دیم جلو دلال های بی ایمان بی وطن هستن که پولو میگیرن تو جیبشون میذارن، یه گروه پدر همین. بله
یه شرکتی هم بوده به نام توتال که اینها معمولا بنزین فروشی هایی هستن که در ممالک مختلف اینا چیز دارن، مأمور پخشن. و البته باز دوباره من چیز میکنم، این هستش که از حق نباید گذشت. بعضی از چیزهایی که در گذشته گفته شده در سیستم های گذشته، یکی از حرفایی که در سیستم گذشته شده بود راجع به قیمت نفت بود که در ایران مطرح شد اون زمان، که قیمت نفت رو ما دوست داریم با قیمت گندم، روغن نباتی، گوشت یا فلان، اینا رو با هم دیگه جمع بندی کنیم که یک بشکه نفت مساوی بشه واسه 10 کیلو گوشت، یک بشکه نفت مساوی با 10 یه روغن نباتی فلان فلان، چون اینا مصرفیه، این کالای مصرفیه، خب اونم کالای مصرفیه، این کالای مصرفی دیگه درست تولید درست نمیشه، یعنی تولید میشه از زمین، استخراج میشه، تولید نمیشه، دو تا لغت مختلفه. نفت همینانه هیچ جای دنیا تولید نمیشه، تولید شده هزاران میلیون سال پیش و یا هرچی بوده، حالا داره استخراج میشه، اونجا هست دارن درش میارن. ولی گاو و این و اون حرفا تولید دارن میشن، گاوداری یا یکی هم گندم میکاره فلان میکاره فلان. بعدم در یک زمانی یک بحثی بود در از طرف ایران مطرح شده بود که ما میخواییم اجازه بگیریم نفت رو که میخواییم بیاریم در ضمن در شبکه پخشش هم دست داشته باشیم، یعنی یک بشکه نفت که میاد ازش نم چقدر بنزین تولید میشه در اینها ما دست داشته باشیم. این شرکت توتال فکر میکنم که از اون شرکت های قدیمی بوده که یه همچیزایی داشته و دارن اینو باز دوباره صحبت میکنن که چطوری بیان گاز پروم روسیه ها. در همین راستا پیشتر شرکت توتال نیز از ابراز تمایل کرده بود که پس از لغو تحریم ها با ایران همکاری کند. این شرکت به همراه شرکت های گاز پروم روسیه و پتروناس مالزی با هزینه مجموعه بیش از 2 میلیارد دلار مسئول توسعه فازهای 2 و 3 میدان گاز پارس بود، اما به بهانه تحریم ها بدون تکمیل کارها ایران را ترک کردن. حالا اینا قرار بوده 2 میلیارد دلار چیز بدن که این چیزهای تولید گاز رو، میدون های گاز رو توسعه بدن و بتونن از اونجا شروع کنن بهره برداری. و در ضمن تازگی هم گفتن که بزرگترین ذخایر گاز دنیا در ایران پیدا شده است. در حالا حقیقتش چی هست و چی نیست اون نمیده. بله، بعد بله اینم از اینش. البته خب میدونید دیگه یواش یواش اون هیدروکاربون هایی که در زمین هست برای استفاده سوخت دیگه منفعتی نداره، اینو در میارن ازش هزار و یک جور کالا درست میکنن. بیشتر ماشین هایی که میبینید سپراش تلقه یا از کاچو هست یا فرآورده نفتیه که اینا رو محکم ساختن که در مقابل خوردن به یه چیز دیگه یه ذره مقاومت بکنه. پشتش یه چیزای اینقدی کلوف هست، سفید رنگ هم هست که هر چیز بهش بخوره یه ذره تو خود فرو میره ولی خورد نمیشه، در فلان نمیشه، یه دوره هم قیمتش بیشتر نیست، وا میکنن اونو میندازن یه جدیدش رو بذار پشت ببرن میره پیکارش. همه اینها فرآورده های نفتی هست، همشون از اونجا داره تولید میشه و امیدواریم که اینها هم بتونن از مملکتتون دفاع کنید. مملکت شماست، شما مهمون نیستی اونجا، اونا مهمونن دارن میان. مهمون نوازی هم حدی داره، مهمون نوازی هم حدی داره، نمیتونی بلنشی تخت خواب خودتون بدی به مهمون که اومده. نه، اگه تخت اضافی داری ولی اگه نداره اون بغل یه چیزی بنداز مهمون بخوابه. این خونه شما، مگر اینکه خیلی داری دو تا اتاق اضافه داری اون یه چیزی هست.
بدونید اروپایی ها همونایی هستند که در استثمار دنیا دست طولانی دارن، از انگلیس تا چین. چقدر راهی؟ از انگلیس تا چین، از فرانسه تو ویتنام. اینا تازه نیومدن، اینا تمام سلول های بدنشون استثماره. اینها همونا هستن. بله برای یک نکته کوچولو اینجا داریم، نوشته جابجایی صندلی ها، یادداشت روز. قوه مجریه در انقلاب های جهانی و تاریخ همیشه قانون را به نفع خود تفسیر می کردن و انقلاب را به استبداد می کشاندن. بنابراین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با دیکتاتوری شورای نگهبان پیش بینی شده است و برای اینکه جلوی دیکتاتوری گرفته شود قانون اساسی پیش بینی کرده که شورای نگهبان تفسیر این قانون را بر عهده دارد. یه قانون نوشته میشه، خب من نگاه میکنم، میگه مثلا گفته یه لیوان آب بخور، اون یکی میگه نه، گفتی یه لیوان آب و یواش یواش بخور. نه آب یواش یواشش کجاست؟ بعد این تفسیره. خب بعد حالا هر کی صحبت پرزورتر باشه حرفش پیش میره که بابا گفته یک لیوان آب بخور، با برداشتیم آب بخوری میگه نه 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 اونطوری نه، یواش یواش قلق قلق اینطوری آب کسی نمیخوری، یواش یواش بخور. هزار یک جورم داستان براتون شعر میدن که تفسیر خودشون رو جا بندازن. حالا اینجا هم داره میگه بله قوه مجری در انقلاب جهانی فلان که استبداد نفشه جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با دیکتاتوری شورای نگهبان پیشینی شده که برای این جلوی دیشتایی گرفشه قانون اساسی شده که شورای نگهبان تفسیر این قانون را به عهده داره. یعنی تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دست شورای نگهبان هست. خب سال 1979 در ایران انقلاب شد، تا حالا شد 37 سال. جشن با سالروز انقلاب داره پیش میاد در تمام دنیا. این امسال این جشن خیلی خیلی بزرگتر و رنگینتر خواهد. هر جای دنیا هستید، هر جایی هستید جستجو کنید ببینید این جشن ها کجا هست، شرکت بکنید. اگر کارت قراره بفرستن کارت بدید بگیرید، اگر کارت نفرستدن درخواست بکنید. اگر در واشنگتن زندگی میکنید دفتری هست اینجا، با اونها تماس بگیرید، بگید ما دوست داریم شرکت کنیم در جشن سالگرد و سنگ تمام میذارن. یعنی امسال، مخصوصا امسال که تمام این به اصطلاح محدودها داره باز میشه، یعنی بیشتر شما اون حالت جرأت رو بهتون میگه که چیز نکنی که شما تروریست مثل که دیگه نیستید، حالا دیگه در باز شده دیگه. شرکت بکنید و امیدواریم که بتونید. بله اینجا میگه ببخشید، تصور میکنید که این تحلیل دقیق و توضیح منطقی جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی را چه کسی ارائه کرده و چه کسی با این بیان مستند نشان داده است که اگر شورای نگهبان در قانون اساسی پیشنهاد نشده بود دولت ها به سمت استبداد دیکتاتوری می رفتن؟ آنچه از نظرتان گذشت بخشی از سخنان آقای دکتر حسن، البته اون موقع روحانی بود یا فریدون بوده نمیدونم، از سخنان آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم کشورمان است که در صفحه 7 روزنامه جمهوری فلان 9 آذر 1359، ما حالا 94ایم در شده، اون موقع ایشون رئیس جمهور نبوده، حالا رئیس جمهور، اون موقع یه کار دیگه ای میکرد. 1159
ایشون اینو نوشته. بعد حالا گفته میشه رئیس جمهور. ایشان در ادامه برای شناخت افراد بله ایشان در ادامه برای شناخت افراد و جریانی که در خط امام انقلاب نیست میگویند معیار و مبنای سخنان رهبر انقلاب است. بعد مردم مصاحبه سخنرانی ها بخوانید مواضع مسئولان را با بیانات امام و رهبری مقایسه کنید تا ببینید چه کسانی در خط انقلاب هستند و چه کسانی برخلاف نظر امام که نظر امت خواهد بود قدم برداشتن. بله خب ما گفتیم که این اشخاص بعضیشون به نرخ روز نون میخورن و این بزرگترین تغییر ماهیت در یک سیستم انقلابی هست. سیستم انقلابی دزدی براش حرامه، فرق نمیکنه امروز باشه یه هزار سال بعد از این باشه، دزدی حرامه، نباید دزدی بکنی. این چیزی نیستش که به مرور زمان تغییر بتونه پیدا بکنه. دزدی بشه مثلا آقا دزدی نیستش که یکی کار داشت اومد اینجا $10 به من داد من این کارشو انجام بدم. نباید بدی به شما $10، تو وظیفت این کار رو انجام بدی. آخ بعد میگه نه آقا وسیله من چیه، گوشت بوده 10 تومن حالا شده 100 تومن، بچه من گوشت لازم داره. یعنی چی؟ یعنی من دزدی میکنم ولی کلای شهری سرش میدارن که بعد آقای دزدی نیستش که این یه چیزی به من داد. خب حق زحمه دار، مگه تو حقوق نمیری؟ حقوق رو دولت باید بداخه، یا دولت همه رو بیرون کنه، تعداد کارمندار رو کم بکنه، هر کس بری چیز کار تولیدی شروع بکنه، یا این که اگر مستخدم هستید و استخدام شدید برای دولت کار بکنید، خب دولتی تحصیلاتی داره، من بهتون کوپن میدن، فلان میکنن، بهمان میکنن. یعنی چنان میچرخونن مردم رو که مردم چاره ای جز این کار ندارن که بگن خب آقا جون دزدی غلطه ولی ما مجبوریم بکنیم، چون مجبوریم حالا دیگه غلط نیست. بله صبح پنجشنبه آقای روحانی در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور درباره انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و برخی از مسائل دیگر اظهاراتی داشتند که با توجه به جایگاه ایشان به عنوان رئیس قوه مجریه یک شخصیت روحانی و یک حقوقدان غیر منتظره و با عرض پوزش عجیب به نظر می رسید. ضمن آنکه اظهارات روز پنجشنبه آقای روحانی با آنچه پیش از این چه در تبلیغات انتخابی و چه در موقعیت‌های قبلی اظهار داشته بر آن تاکید ورزیده بودند در تناقض بود و از این رو تأسف آور است و یادداشت پیش رو فقط اشاره به نکاتی از اظهارات پنجشنبه ایشان درباره انتخابات است و سخن پیرامون برخی از بزرگنمایی‌های ایشون در برابر این قرارداد بین ایران و اروپا پنج اضافه که بدون استثناء تقریبا به تمام اهداف اصلی خود در مذاکرات دست یافته ایم و امثال آن را به بعد معکول می کنیم. اما سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکات. ما 7 دقیقه خیلی خوبم. 7 دقیقه بیشتر وقت نداریم به انتهای برنامه‌مون، بفرمایید. در مثلا من دو تا سوال داشتم که بعد خود رو سوال می‌کنم به این برنامه‌مون مسئله رو بیشتر سوال حالا در مورد چیزی که من صحبت این بود آقای هاشمی رو در مورد شورای نگهبان شما گوش دادین یا خوندین یا نه؟ بفرمایید که در بفرمایید که ما یه خلاصه‌شو بشنویم از شما بشنویم. بفرمایید. بله خب ایشون امروز تو مراسم سالگرد ورود امام که حالا مثلا که در فرودگاه مهرآباد برگزار کرده بودن که اون حالا یه صورتی ساخته بودن اون مراسمی که مثلا حضرت امام اومده بود، ایشون خب رفته بودن صحبت میکردن آقای هاشمی اونجا و خب حمله کردن به شورای نگهبان در مورد این رد صلاحیت و مخصوصا در مورد رد صلاحیت نوه امام
خیلی خوب صحبت داشتون، خیلی شدید. حالا خدمتش اینه که مثلا خود شورای نگهبان با اون اسامی و اون اعضا رو گفتن که شما صلاحیتتون از کجاست که مثلا نوه امام که اشفق بوده به امام رو شما رد صلاحیت کردید، یا شما ها اشتباه کردید باید توبه کنید، شما ها خودتون صلاحیت این کار رو ندارید، چه کسی به شما اجازه داده است که قضاوت کنید، چه کسی به شما اجازه داده که یک جا بنشینید و داوری بکنید و از این چیزها. میخواستم بدونم که اگه ایشون حالا تا زمان انتخابات بخواد همینجور تند بره جلو در مورد شورای نگهبان و بقیه نهادهای قانونی کشور، فکر میکنی به کجا بکشه؟ آیا مثلا امکان داره که برخوردها هم شدیدتر بشه با خود ایشون، یا نه فعلا نظام با ایشون مثلا مدارا داره میکنه که حالا ماجراهایی مثل ماجرای آقای منتظری برای ایشون پیش نیاد و اون هزینه ها رو برای نظام نداشته باشه؟ بیشتر تحلیلتون رو این موضوع بگیم. من دمد خود رو زدینه، حالا بعدا صحبت میکنیم خودرای فرانسوی و یوسفزا رو بعدا صحبت میکنیم چون وقت کمه در این موردشون صحبت بفهمه ممنون میشه. تشکر میکنم از شما. بله، یک کوچولو راجع به ایش صحبت کردیم در بدل برنامه که آقای رفسنجانی مثلی که صحبتی کردن و چیزی شده. من کل صحبتیشون رو ندیدم چی هست و چی نیست. این هم دفعه اول نیستش که آقای رفسنجانی از گلیم خودشون پاشون رو یه ذره فراتر میگذارن و از دهن خودشون گنده تر صحبت میکنن و ما امیدواریم که ایشون، حالا من نمیم چند سالشون باشه، ولی دیگه بعد از این 37 سال ایشون باید دوزاریش افتاده باشه که کارایی که شما کردید در زمان جنگ بین ایران و عراق به ایران حمله کرد، تمام این چیزها، سرکشی هایی که کردید وقتی حضرت امام دستور دادن فلان کار رو بکنید شماها نکردید، ولی حضرت امام گفتن خیلی خوب مانعی نداره، ولی حرف من هنوز همون حرف است. بعدها هم ایشون جام زهر دستش گرفت و داد به حضرت امام و تمام این سوابق ایشون خیلی روشنه. و کی بوده بار میبی بلکه 4-5 ماه پیش بود که مقاله‌ای بودش که آقای رفسنجانی ممکنه در همون گودالی که آقای چیز افتادن، عجب آیت الله چی بودش اسمشون، امامه سفید داشتن، اصل اصفهان هم بودن، منتظری، بله ایشون انتظار داشت که یک کاری بشه، الله ببخش و بیامرزتشون، بله آیت الله منتظری بودن و ایشون هم تا یه حدی حرفایی زده بودن که اصلا کاملا با نظام انقلاب ایران زیاد همساز نبود و هم خوی نبود و این اتفاقات افتاد و خب بالاخره اصلا پاشید یه مقدار از همکاری ها، اون انسجامی که بود در راه انقلاب. البته در راه انقلاب انسجام در باره در یه جهت هست، اون جهت انقلاب هست، به این معنی نیستش که اونهایی که همه انقلاب کردن همه باید مثلا چلو کباب بخورن، یکی چلو خورش خورده، یکی قیمه پلو خورده، یکی آب گوش خورده، یکی اینو خورده، ولی همه دور این چیز که وایسادن همه فکراشون یکی هست و هر چیز که میچرخه این ور میره اون ور میره هیچ وقت از محورش در نمیره و آقای رفسنجانی دارن کارایی میکنن که این از محورش در بره و این کاملا متضاد هست با اون چیزهایی که ایشون میگن و اعتراف میکنن و دو دستگی ایجاد کردن و برخورد ایجاد کردن. مگه ما یادمون رفته که وقتی آقای احمدی نژاد برای بار دوم میخواستن انتخاب بشن، آقای رفسنجانی و پسرهاشون و دخترهاشون یا افرادی که بهشون نزدیک بودن چه قشقرقی به پا کردن، چه کارایی کردن، 7 روز این مملکت رو خورد کردن. روز هفتم بودش که اونهایی که مسئول بودن فهمیدن که این دیگه کار به این سادگی نیست، از بیرون داره هدایت میشه و جز هدف جمهوری اسلامی ایران هست، هدف میگفتن هم نظامه، هدف نم فلان هست، این شعارها رو میدادن که اومدن همه رو رد کردن و رفتن. و چقدر به این آقای رفسنجانی تا حالا چیز شده، یعنی به ایشون خیلی خیلی چیز دادن،
هر کاری که کرده زیاد بهش چیز نکردن و این اگر بیشتر از این حرفا رو بزنه فکر میکنم که یک واکنش شدیدی بهشون بشه. خیلی تشکر از حضور همه شما، ببخشید که امروز صحبتهای ما زیاد در حال خوش نبود، انشالله هفته آینده بتونیم خبرهای خوش و بهتری داشته باشیم. بدونید که اللهی که همه تون رو خلق کرده همه رو دوست داره، روزی همه تون رو میده. با هم خوش باشید، بیایید با هم دنیای بهتری بسازیم، سعی کنیم حق رو پیدا کنیم، از حق دفاع بکنیم. افرادی هستن بین ما که فکر میکنن حق با اونها هست ولی در حقیقت اینطور نیست. انشالله الله به همه ما هدایت بده. تا بعد، مرحمت عالی زیاد.